بینندگان ارجمند، سلام به جهان در شش، خوش آمدید. امروز یکشنبه 27 حمل سال 1391 خورشیدی است که برابر می شود با 15 اپریل 2012 میلادی. من احمد حارس جمالزاده هستم. حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز چندین ساحه در شهر کابل مورد حمله مهاجمان مسلح دولت قرار گرفت. این درگیری نخست از سرک 16 وزیر محمد اکبر خان آغاز و سپس این درگیری در چراه شیرپور سرک 17 وزیر محمد اکبر خان و در نزدیکی ساختمان شورای ملی نیز ادامه یافت. بر اساس آخرین گزارش ها 5 زخمی از این رویدادها به شفاخانه علی آباد شهر کابل انتقال یافته است. در همین حال طالبان به رسانه ها گفته است که این حملات را نزدیک به 1 ماه پیش طرح‌ریزی کرده بودند و طالبان ادعا کردند که هدف این حملات سفارتخانه های آلمان، بریتانیا، ژاپن و امریکا بوده است. این ساختمان نیمه‌کاره پایگاه اصلی مهاجمان مسلح بود که هتل تازه ایجاد شده به نام کابل را موج شدیدترین حملات راکتی قرار دادند. این ساختمان نیمه‌کاره در مهمترین نقطه شهر کابل قرار دارد که سفارت‌های ایران، عربستان سعودی، آلمان، ترکیه، بریتانیا، ژاپن و فرانسه همراه با یک مرکز نیروهای ناتو در نزدیکی این ساختمان قرار دارند. گفته می شود که چندین موشک به سفارت‌های بریتانیا، ژاپن و آمریکا نیز برخورد کرده است. درگیری مهاجمان در این ساختمان نیمه‌کاره دست کم 3 ساعت ادامه داشت. همزمان با این درگیری‌های جداگانه در نزدیکی شورای ملی و جاده پلچرخی نیز ادامه داشت. همزمان با این درگیری‌ها نیروهای امنیتی چندین جاده را در وزیر اکبر خان و نزدیکی‌های شورای ملی برای رفت آمد موترها بسته کردند. مهاجمان مسلح دولت با جنگ‌افزارهای سبک و سنگین همراه بودند و موشک‌های آنها دفاتر نهادهای شخصی را نیز آماج قرار داده است. ظاهرا این مهاجمان با واسکت‌های انتحاری نیز همراه بودند. این یکی از ساختمان‌های تد اثر برخورد موشک مهاجمان تخریب شده است. و اکنون همکارم مختار پدرام از محل حادثه روی خط تلفن قرار داره. آقای پدرام صدای ما رو میشنوین؟ بله بله، من در خدمتتم. خب آقای پدرام، میشه از وضعیت بگوین که وضعیت از چی قرار است اکنون در اون منطقه که شما قرار دارین؟ بله، چیزی حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه وضعیت آرام بود. به نظر میرسه همه افراد مهاجم در اینجا کشته شدن. بیشتر همونطوری که من در گزارش قبلیم گفتم، یک از مقامات امنیتی به من گفتن که 3 نفر از کشتن، 1 نفر باقی مانده. اما از چیزی حدود 10 دقیقه به ایست دوباره از زد و خورد بسیار شدید شروع شده و به نظر میرسه که افراد مهاجم همیشه هم اونجا باقی است. سلاح‌های سنگین، حالا نمی‌فهمم بمب‌دستی هست یا آرتیلری راکت هست، منتها سلاح سبک و سنگین فیر صورت می‌گیره و همین لحظه هم شما فیر می‌شنوین که درگیری به شدت جریان داره. آقای پدرام، آخرین جزئیات چی است از تلفات برخواسته از این درگیری و صداهای انفجار همین اکنون هم شنیده میشه؟ بله، من طوری که پیشتر برای شما گفتم، در گزارش قبلی صحبت هایی که ما با مقام های امنیتی داشتم، اونا کشته شدن 3 مهاجم تایید کردن و 1 مهاجم گفتن باقی ماندن. اما پس از اون من با یکی 2 تا از مقام های دیگه امنیتی، از مسئولین امنیتی که اینجا صحبت کردم، یا نخواستن به صورت واضح و شفاف اظهار نظر بکنن و یا واقعا اطلاعات اخیر در دستشون قرار نداره. اما آنچه که به آخرین بار یک مسئول امنیتی به من گفت که تا منزل 4 نیروهای امنیتی رسیده و هنوز مشخص نیست به صورت دقیق که چند نفر از اونا کشته شده و 2 منزل دیگه باقی مانده که مهاجمین. آقای پدرام، آیا برای شما معلوم شده که این به چه هدف بوده؟ چون این در یک ساحه دیپلماتیک صورت گرفته که در نزدیکی شماره از سفارتخانه ها، وزارتخانه ها و نزدیکی ریاست جمهوری صورت گرفته ای درگیری. بله، چیزی که خیلی جالب بود برای ما با یکی از همون شاهدایی که در محل بود، یعنی در زیر از همین ساختمانی که مهاجمین الان حضور دارن، اونجا یک دکان یا ورکشاپ دارن چه دارن، با اون صحبت کردم. او گفت که اونا 2 نفر رو دیدن که یک لاند کروزر سیاهی 6 فیلمی آورده اونجا پایین کرده و به مجرد پایین شدن برای اولین بار یک پلیس را هدف قرار داده، بعد هم به طرف نیروهای امنیتی ملی شلیک کرده و برای بعدیش رئیس ساختمان بالا شده و درگیری شده. الان هم شما میبینید که صداهای بسیار شدید جریان داره و احتمالاً که نیروهای امنیتی تو به نظر میرسه، یعنی حد و گمانهای وجود داره که مهاجمین بیشتر شده هست. اینجا هنوز هم باقی چند تا باقی و مشخص نیست که جنگ چه وقت خاتمه پیدا میکنه درگیری.
آقای پدرام مقامات چی میگن که این درگیری را چرا نتونستن مهار کنن؟ علت دوام این درگیری چی بوده؟ هنوز هم قسمی که شما گفتین صدای انفجارها شنیده میشه و درگیری همچنان ادامه داره. من خدمت شما عرض کردم که هیچ یک از مسئولین امنیتی که در اینجا هستن به صورت واضح اظهار نظر نمی کنن، فقط بعضی هاشون اندک امکانات برای اختیار رسانه ها قرار میتن. هنوز مشخص نیست که واقعا هدف کجا بوده، چرا اینا آمدن، آیا از قبل تعریف شده بوده یا چگونه. ولی آنچه که در رشته حملات امروزی مشخص میشه، در چند نقطه کابل حملات صورت گرفته، احساس میشه که از قبل تعریف شده بوده، باید برنامه از پیش تعیین شده و بسیار مشخص و منظم. اما مشخص نیست که بالاخره اینا چه وقت خاتمه پیدا خواهد کرد درگیری و چه وقت خواهد توانست نیروهای نظامی اینا رو مهار کرد. چیزی که برای من بسیار جالب بود و من امروز از ابتدای درگیری تا حالا در محل حضور دارم، چیزی حدود یک ساعت و نیم اصلا از نیروهای امنیتی خبری نبود. بودن به صورت بسیار پراگنده در دور اطراف حضور داشتن، اما یک اقدام جدی در همان ابتدا برای مهار این تروریست ها و افراد مهاجم وجود نداشت. در همین حال این حملات با واکنش های روبرو شده. از جریان های سیاسی مخالف مصالح دولت این رویدادها را به شدت نکوهش میکنند. همکنون احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان روی خط تلفن قرار دارد. آقای مسعود صدای ما را میشنوین؟ بله، سلام علیکم. آقای مسعود، از دید شما این حملات به گونه زنجیره‌ای آن هم در نزدیک کاخ ریاست جمهوری به چی معنی است؟ حوادث امروز بسیار تاسف‌بار بود. ما شدیداً حوادث امروز را تصویر می‌کنیم. حملات امروز نشان داد که نهادهای امنیتی ما در تامین امنیت مشکلات دارند و همچنان این را ثابت ساخت که پروگرام صلح با طالبان نتیجه نمی‌دهد. حکومت باید در استراتژی خود تجدید نظر کنند و همچنان از اوضاع چنین معلوم میشه که حکومت قدرت کنترل اوضاع را از دست داده، بهتر است تا به خاطر یک مصلحت ملی از قدرت استعفا بدهد و یک حکومت موقت نظر به قانون اساسی قدرت را به دست بگیرد و تا دو ماه دیگر انتخابات را برگزار کند تا مردم شاهد همچو حوادث خونین در کشور نبوده باشند و در یک فضای آرام و صلح‌آمیز بتوانند زندگی بکنند و یک حکومت با اقتدار در کشور به وجود بیاورند. آقای مسعود، شما اثرات این حملات را در روند گفتگو چگونه ارزیابی میکنین؟ گفتگوهای صلح البته. اصلا صلح، طالبان معتقد به پروگرام صلح نیستند. اونا همیش بازی میکنند، اونا گروه های افراطی هستند، در سال معتقد نیستند و هم در یک زندگی مسالمت آمیز با مردم افغانستان عقیده ندارند و به همین خاطر تاکید ما همیش به همین بود که حکومت به پلان های صلحی که داره موافق نمیشه و بهتر از در پروگرام های خود تجدید نظر کنند. آقای مسعود، حکومت در حال پایان دوره انتقال از نیروهای خارجی به نیروهای افغان هست. شما چی فکر میکنین اگر وضعیت به همین گونه ادامه بیافه، ادامه حکومت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین شما؟ ما قبلا هم تذکر داده بودیم که در وقت موضوعات گذار امنیتی یک مشکل جدی را برای مردم افغانستان به وجود نره و تا وقتی که قوتهای افغانی از خودکفایی کامل برخوردار نشن، اصلا این گذار و انتقال امنیتی به نفع مردم افغانستان نیست و بهتر است که با در نظر داشت واقعیت های جامعه خود ما تصامیم معقول در راستای مسائل امنیتی بگیریم. سپاس از شما. لطف شما. تشکر از شما. احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی بود که به صورت مستقیم روی خط تلفن قرار داشت. همزمان با درگیری مهاجمان در شهر کابل، ریاست عمومی امنیت ملی از خونسازی طرح ترور محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری خبر می‌دهد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید در پیوند به طرح ترور معاون دوم ریاست جمهوری 3 تن بازداشت شدند. به گفته او این افراد وابسته به گروه حقانی هستند و قصد داشتند محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را ترور نمایند. امروز در سلسله
حملات انتحاری و تهاجمی ترورستان در سه منطقه شهر کابل قرار بود، یک حمله دیگه هم صورت بگیره بالای محترم استاد خلیلی معاون دوم مقام رئیس جمهوری که خوشبختانه از طرف منصوبین امنیتی ملی این حمله خود شخص دو نفر انتحاری و یک نفر مسلح پیار سه نفر با دو نفر با وسطه انتحاری ملبس بودن و با سلاح خفیفه و سکیله و مواد منفجره زیاد مسلح بودن توسط نیروهای امنیتی ملی دستگیر شدن قبل از اینکه به هدف خود برسند. به تحقیقات ابتدایی یاورمود کردن که توسط شبکه حقانی به خاطر انجام این فعالیت فرستاده شده بودن. در همین حال افزون بر درگیری مسلحانه در ساحه دارالامان شهر کابل، یک حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان شورای ملی رخ داده است. در همین حال یک مقام امنیتی در ساحه دارالامان شهر کابل تایید کرده میگوید که 5 مهاجم در ساختمان نیمه کاره در برابر ساختمان شورای ملی جابجا شدند. اکنون هم همکارم طاهر سدید از محل این رویداد روی خط تلفن قرار دارد. آقای سدید سلام بر شما. سلام بر شما و بیننده های تلویزیون یک تقدیم میکنم. من فعلا در نزدیکی ساختمان قرار دارم که در اونجا مهاجمان جابجا شدن و از اینجا ساختمان های شورای ملی، سفارت روسیه و چندین نقطه دیگر هدف قرار دادن و این درگیری تقریبا ساعت 2 پس از چاشت امروز از اینکه گفته میشه 5 تن از مهاجمان در ساختمان نیمه کاره که مربوط یکی از بانک های خصوصی است در برابر ساختمان شورای ملی موقعیت گرفتن. از اینجا ساختمان های شورای ملی، وزارت تجارت، سفارت روسیه و چندین نقطه دیگر هدف قرار دادن و پس از تقریبا یک ساعت یک موتر مملو از مواد انفجاری هم به این نقطه انفجار داده شد و متاسفانه باید بگم که تا حال ما نتونستیم از مقامات امنیتی در این ارتباط گزارش بگیریم، معلومات تا بالا در اختیار ما قرار نگرفته. از طرف دیگر ساختمان که در اونجا مهاجما جابجا شدن، یک تعداد خانواده در اونجا زندگی میکنن و یک تعداد مردم یا کارمندای بانک هستن که اونا فعلا در گروگان مهاجمای هستن که فعلا در ساختمان است و از اونجا بالا با پلیس درگیر شدن. آقای سدید اکنون وضعیت در منطقه چگونه است؟ درگیری ادامه داره یا درگیری ختم شده؟ هنوزم درگیری دوام داره، هنوزم درگیری ادامه داره و نیروهای امنیتی تا حال نتونستن ساحت کنترل خود داشته باشن، اما ساحت اطراف این ساختمان تحت کنترل شدید امنیتی قرار داره و داره و ما هم نتونستیم بیشتر از اینجا گزارش داشته باشیم، معلومات داشته باشیم.